بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والآخرة، برحمتك يا أرحم الراحمين. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم از لطفی بی پایان حضرت حق سبحانه و تعالی سپاس گذاریم که او منان بر ما لطف کرد و منت گذاشت، نفس دیگری و فرصت دیگری را بخشید تا با تقدیم برنامه دیگری از برنامه های قرآن در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند قرار داشته باشیم. بینندگان عزیز و ارجمند، امروز یک موضوع بسیار مهم سرش صحبت میکنیم، پیمان شکنی هست. متاسفانه امروزه با وجودی که ما مسلمانیم و دعوای مسلمانی میکنیم، متاسفانه به عهدی که میبندیم پابند نیستیم و عهد شکنی را بسیار اگه پیادی و معمولی میدانیم و بدتر و سوگوارتر از این، اینکه یک تعدادی که ظاهراً دین هم میفهمن، اونها فاجعه زمانی میپنده که یمین و سوگنده با عهد یکی میپندارن. از این رو ما در این برنامه انشاءالله ای را توضیح خواد دادیم که یمین یا جمعش که ایمان میشه سوگندها چیزی دیگری است و وفای به عهد و به عقود و به وعد چیزی دیگری است. یعنی مسلمان پیمان شکن و میثاق شکن و عهد شکن نمی باشه و خلف وعده هم نمی کنه. اینها نمی توانند از صفات انسانهای مؤمن باشند. و حضرت امام ذهبی در الکبائر عهد شکنی و پیمان شکنی را از گناهان کبیره می داند. قرار باشد که انسان ها پیمان شکنی بکنند و بعد این پیمان شکنی را توجیه بکنند، دیگر هیچ چیزی سر جای خودش باقی نمی ماند. طبعا همه چیز به هم می خوره، دیگر نه عهدی وجود داره و نه وفای به عهدی وجود داره و نه هم انسانیتی وجود داره و نه اعتماد وجود داره. هرگز چنین نیست. پیمان شکنی در اسلام یک رذیلت است و یکی از نشانه های برجسته منافق است و انسان مؤمن و با خدا و انسان متعهد هرگز پیمان شکن نخواهد بود. و چی رسه به ای که پیمان شکنی را توجیه و بهانه هایی را برایش آماده کنند. بنادگان عزیز و ارجمند، بله ما یک یمین داریم یا همو سوگند است که سه نوع است. ما در برنامه های مختلفی توضیح داده میره که یک کسی سوگند یاد میکنه، مثلا چیزی در گذشته میدانی که دروغ است و بناحق سوگند یاد میکنی و او را به نام یمین غموس یاد میکنن. غموس به این خاطر میگن که در واقع سوگند خورنده با این سوگند در گناه فرو رفته است و این خود از گناهان کبیره است یا از موبقات و هلاک کننده های هفتگانه است که در ردیف شرک به خدا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ایرا قلم داد کردن. و نوع دیگرش هم سوگند لغو است که قرآن کریم هم میگه که لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، با سوگندهای سر زبانتان، لغوتان که شما قصد ندارین، هدف ندارین، شما را خدا مؤاخذه نمیکنه و ای هم کفاره نداره. و نوع دومش، سومش، سوگند منعقده است. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. با پیمان هایی که بسته میکنین و توکید میکنین و بر او تأکید میگذارین، خداوند بر شما مؤاخذه میکنه و اگر خدا را شاهدی چنین کاری میگیرید. حالا در همین نوع سومش که سوگند منعقده هست، اگر کسی مثلا سوگند یاد میکنه که چنین کار را نمیکنم، بعد معلوم میشه که کردن او کار، انجام دادنش کاری نیک و مبارکی هست، ثواب داره، مزد داره، کار خدا جو هست و خدا پسند است. در این صورت آدم کفاره میپردازه و او یمینش هم میشکنه، سوگندش هم میشکنه و امو کفاره ای سوگندش هم میپردازه که او عبارت از یا ده مسکین طعام دادن است یا ده مسکین لباس دادن است یا یک بنده ای و یک برده ای از بردگان مسلمان و مؤمن آزاد میکنه. این چیز دیگری است، اما عهد و پیمان چیز دیگری است. تعداد فکر میکنن که پیمان مثل همین سوگند است. آدم میتونه که با یک آدم پیمان ببنده، با یک جریان پیمان ببنده، با یک دولت پیمان ببنده و بعد بسیار بسادگی بشکنش و بعد کفاره بپردازه و خلاص. این دیگه اوج انحطاط و فرومایگی هم در شخصیت آدم نشان میده و هم اوج انحطاط و فرومایگی در فهم دینی را نشان میده. این گونه بر روی کرده ها و این گونه فهمها یا این گونه عمل کرده ها بسیار با وضاحت میگه که صاحبان این پیمان ها چندان باوری به ارزش ها و دینداری ندارن. هرچی مثل مواری ظاهر بسیار مجلل و پرتنتنه اسلامی داشته باشه و هر دقیقه حرف از دین و دیانت و مسلمانی بزنه، اما هیچ گاهی مسلمانی تنها به گپ نبوده و نیست. مسلمان باید در عمل نشان بده که واقعا مسلمان است و به ارزش ها باورمند است و یکی از صحنه هایی که مسلمان میتونه در عمل خود نشان بده وفای به عهد است و پیمان شکنی نکردن است. مسلمان پیمان شکن نمی باشد. پیمان شکنی در میزان و ترازوی حضرت حق سبحانه و تعالی چیزی پست و منحط و فرومایه است و خصلتی است که خدا از او خوشش نمی آید. از همین رو یکی از دلایلی که خدا قوم یهود و مردم یهود و یهودیان نکوهش میکنه، اونها را سرزنش میکنه، این است که اینها مردم و ملت پیمان شکنن. هر بار پیمان شکنی میکنن و به هیچ یک از پیمانهایی که بستن وفا نمیکنن. نه با پیمانی که با خدا بستن وفا میکنن، نه با پیمانی که با مردم بستن وفا میکنن. وقتی کسی به تاریخ یهود نگاه بکنه در میابه بسیار به وضاحت که این قوم هیچگاهی به عهد و پیمانی که بستن متاسفانه وفادار نبودن و هر فرصتی را که غنیمت شمردن پیمان شکنی کردن برای به دست آوردن متاع بسیار عادی و معمولی متاسفانه پیمان شکستن. از این رو خدا اینها را نکوهش میکنه. در این مورد صحبت های را خود داشتیم اما یک تماس داریم. بله بفرمایید. بله سلام دستم. علیکم السلام خواهر عزیز، خوش آمدید. من سفر سوال دارم، من این شاور من نوست آش دارستی کردیم دو داشت نام میزنم و امرای فامیل رو میز خوب نیست. دلیلش؟ بگه از چی میگم شبر گدار سرش میارم در رقم میکنم مادر بام پدر بام مقررکت سر خوب نیست. هر چی میگم میگم زندگی ما رو به زندگی کسی بگه چی سیت نمیش فاما بگم. خب گوش کنین خواهر عزیز، یعنی از این جملاتت فهمیده میشه که مشکلی تو هم هست خواهر عزیز.
مثلا وقتی آدم گوش کنین، مثلا وقتی آدم برای شوهرش در تلویزیون میگه که هیچ گپ نمیفهمه، خود تو خدا بدانه یعنی خدا بدانه در پیش روش میگی. میشینم کتر جب میزنم من از سمت سایی نیفهمه گپ گوش کنین خواهر. باز میگم که تال چی کنین زندگی کسی رو زندگی ما چی زندگی ما را قدر خوب هم نیست مادر زندگی پدر چون خوب هست میگن اینه تو و زندگی شما خوب هست زندگی ما را کمک نمیگنم نه مادر از کنم میتر چی رو تو بکنین مادر ما را چی رو زندگی بگر چهار تا اولاد دارم من هر کی زندگیش خودش خوب به تازه خودش میگه من هم تو بسیار دو دشنام میزنم در هر گربانگری میتونم. خود چرا بیهوده دو دشنام میتر خواهر؟ نه نه پیلگیری میکنم این چرا مثل میکنی یعنی حقوقم خانده دوازدارم خلاص شده کل جا تو دنیا را میگم میفهمی کل تو خوب میخوانی چرا قیدگیری بانگیری میکنی ما آخر یکی اتر هستم چرا مثل میگم در نور سالای نو سلیت کردم آخرش چی کنیم زندگی ما به تبایی نگه بان کنه تو باشه. از اول همیطوری بودین؟ نه خوب مثال یک سال اول خوب بود خلاص دیگه یک سال از دیگه ما هیچ خوب سیر نکردیم. خب کدام من خوشم نمیاد که بیرون گپ سخن دارا یا گپ شب بالا شب تا دارم تنگی میگم نماز میخونم به خدا دعا میکنم کلم نماز هم میخونم خیرم نماز بخوام به خدا دعا خدا چی میزنه به زندگی من میگه از چی میگه بگو من خودم میفهم چی کنم. عاشق ماشق خونه شده؟ بله عاشق ماشق خونه شده. نه آل بشه آل زندگی کجا خوب از دارتر تو عاشق شده حالی عشق کهی گپاره میفهمه؟ بله ایش کهی گپاره میفهمه که آدم پول داره یا نداره؟ خوالم یاد شرایطی هست نه باشه باشی کسی که دست خوش نمیده. خوب از خواهر گرامی با برنامه باشین انشاءالله صحبت میکنم. بنادران عزیز و عجمند یک وقت داریم دوباره برمیگرد. بینندگان عزیز و ارجمند دوباره به برنامه خوش آمدید. یک خواهر پیشتر تماس گرفتن پیش از وقفه پرسشی داشتن در مورد شوهرشان به این مورد خود پرداختیم اما یک تماس دیگه سیره میگیریم بعد انشاءالله میپردازیم. بله بفرماین. سلام علیکم. علیکم السلام خواهر گرامی. سلام بفرماین خواهر. صدایتان قطع وصل می خواهد. خواهر عزیز صدایتان قطع وصل می جای بفرمایید. گفتم که چیز روزی شرطه کنی برا میگم قرضار باشه روزی نمیگه بعد سوال منی جواب بود بعد سوال لگان چی که تکی میگه که مریض رو باشه دارم از هم مریض مواد و تمام میکنه و روزم روزی خلا باشه از بگیرم. عادت موار باشه چی کده؟ این که سوال باشه نفهمیدم سوال دوم تانه نفهمیدم. سوال دوم همی هم گفتم که تکی که مریض موار میباشه در رمضان امو روزی که امان میکنم میدن روزی که میشه و روزان روزا بگرم این چه قسمت. خوب است خوب است خوب است با برنامه باشم. خوب دو تا پرسش خواهرامانه جواب میتین. خواهر عزیز اول همین که خواهر اولی پرسان کردن که شوهرشان دشنام میتن ناسزا میگه ببینین خواهر عزیز یه بسیار ساده است که ما برفی بام خودا در بام دیگر را بندازیم بگیم که شوهر ما گپ نمیفهمه یا شوهر بگه خانم ما گپ نمیفهمه و کل عیب از اینمی آدم است از شوهرم است یا شوهر بگه از خانمم است. طبیعتا انسان ها تبریعه میخوان برای خودشان بسیار دوست دارن که دیگران را به اصطلاح ملامت ثابت بکنن و خود سلامت اما این کار را و دردی را دوا نمیکنه. خواهر گرامی بهترین راه حلی است که شما ببینین که چرا شوهرتان داره با شما این گونه برخورد میکنه. اگر در رابطه با پدر و مادر و اینها اونها حرفی دارن یا دل خوشی ندارن یا ناسزا میگن دشنام میتن طبیعتا این درست است که دشنام
دادن کار یک مسلمان نیست، از اخلاق یک مسلمان نیست، نباید چنین کار را بکنه. اما واقعیتی است که این طرف قضیه هم باید نگاه شود که یک آدم چه وقت دشنام میده، معناش است که یک حالت عصبانیت ما برای از او ایجاد میکنیم که او به بنبست میرسه، بعد دیگر پیش رویش همه سیاهی هست و جز ناسزا گفتن و دشنام دادن چیزی دیگری را در اختیار ندارد. در واقع میخواهد با همو کلمات رکیک و با همو حرفهای زشت همو عقده‌ای را که در درونش تلمبار شده همو را تهی بکنه، او را خالی بکنه. حالا شما دیگه نمیتی یک وضعیت باز بین او را بگین ملامت کنین، خود چی تردی را دوام میکنه؟ هر بار که شما او را ملامت میکنین طبیعتاً او عقده‌ای بیشتر میگیره. خب متاسفانه پدرها و مادرهای ما و شما هم مرقمی نیستن که بسیار همه فریشته باشن و بسیار کم هستن که وقتی دخترشان به شوهر دادن باز در زندگی از اون مداخله نکنن، متاسفانه مداخله میکنن. خودشان چی که این خیشای همسایهشان مداخله میکنه در زندگی زناشویی از اونها، والا جایی که شما میشینین خوب جایی نیست، والا این کوچه شما را ببین چطور کوچه است، این خانه شما منزل دوست چرا منزل چهار نباشه، والا اینجا لیفت ندارین شما، این پرده ایتان تاریخش تیر شده، یعنی انواع و اقسام میگه تو چی رقم زندگی داری، اوز خانمای مثل تو رسه که چی چیزا داره. همه اینها به صورت ناخودآگاه هم تو را تحریک میکنه در برابر شوهرت، هم شوهر تو عقده میگیره در برابر از اونها. بهترین راه حل به نظر من خواهر عزیزی است که اول جستجو بکن که بیبی قضیه چیست، او را درمان بکن و بعد به حد محبت بوده و اخلاص و صداقت بکن به شوهرت که شرمنده صداقت و اخلاص تو شوه و یقینا تنها با محبت، با اخلاص و با صداقت و با دعا و با مسلمانی میشه که مشکلاتتان انشاءالله حل شوه. ما هم در حقتان دعا میکنیم که خداوند مشکلات شما را و همه ما را حل بکنه. خواهر دیگر پرسیدن در مورد ششک. خواهر عزیز این نادرست است که اگر کسی روزه قرضدار باشه و ششک گرفته باشه روزش نشده باشه، این نادرست است، میشه باز میشه که روزه قرضی را بعد بگیره. در رابطه به سوال دومتان که روزه ماه مبارک رمضان بود و کسی در اون روز عادت ماهوار شوه، خواهر عزیز اگر بعد از پیشین باشه یا وقتی باشه که شما نیت کردین به خاطر احترام ماه مبارک رمضان او روزه نخورین، اما او روز حساب نمیشه، او را باید قضا بیارین، طبیعتا در او دیگه نماز هم نمیشه در حالتی که شما مبتلا به عادت ماهوار شدین. حتی یک ساعت پیش، نیم ساعت پیش، 20 دقیقه، 10 دقیقه پیش از وقت اذان هم اگر یک خانم مبتلا به عادت ماهوار شوه اونم روزی را که 10 دقیقه پیش مبتلا به عادت ماهوار شده اونم را باید قضا بیاره و جمع روزهای دیگه، روزهای دیگه هم میتونه بخوره، اما همون روزه به خاطر احترام ماه مبارک رمضان نخوره، دیگر روزها را میتونن که بخورن. یک سوال دیگر داریم. بله بله بفرمایید. بله بله بفرمایید. متاسفانه که تماس بیننده عزیزمان قطع شد. خب بینندگان عزیز و ارجمند، بحثمان در رابطه با پیمان شکنی بود و گفتیم که یکی از خوی و خاصیت های بدی قوم یهود این بود که پیمان شکن بودن و خدا هم از این خوشش نمی آید و انسان های سلیم الفطرت از این خوششان نمی آید، حتی برابر است که مسلمان باشن یا نباشن. و بعضی پیمان بسیار ارزشمند است، تعهد بسیار ارزشمند است و اینها را حتی با مسلمان بگذار که قرآن کریم میگه حتی با غیر مسلمان ها هم ایره کاملا رعایت بکنین تا زمانی که جانب مقابل پیمان شکنی نکنه یا شما میبینین که بر او پیمان شکنی میکنه و به صورت ناگهانی بر شما حمله میبره یا بر شما خیانت میکنه، در این صورت میتونین که شما اونها را باخبر بسازین که ما دیگر در این پیمانی که بستیم با شما نیستیم. بنابراین چطور یک انسان مسلمان میتونه که ساده پیمان شکنی بکنه، عهد شکنی بکنه، تعهد خود بشکنه و فراموش کنه و بگه یک گپی عادی هست؟ هرگز چنین کار را مسلمان صادق و با وفا نمی کنه. قرآن کریم وقتی از یهود
سخن میگم میگه او کل ما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اکثرهم لا يؤمنون. سبحان الله. او کل ما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. هر از گاهی که گروهی، هر از گاهی که اینها عهدی ببندن، پیمانی بکنن، تعهدی بکنن، یک گروه از اینها باز میان پیمان شکنی میکنن. بل اکثرهم لا یؤمنون. مشکل این است که اکثریت اینها ایمان نمی آورند. ببینین این جای آیه مبارکه بسیار با صراحت هرچی تمام میگه پیمان شکنی و تعهد شکنی انسانهای غیر متعهد و پیمان شکن انسانهای بی ایمان هستند. انسانهایی هستند که هرچند چلتارها و مظهرشان بسیار با اسلام سازگاری داشته باشه، بسیار دعوای ایمانداری بکنه و حنجرهشان هر روز حرف دیانت بگه و کلکانشان هر روز بر صفحات فیسبوک و تویتر و دیگر روزنامه ها حرف دیانت دعوتگری بنویسند و در رسانه ها از دین سخن بگن، اما این که پیمان شکنی میکنن نشان میده که اینها چقدر بی ایمان و سست ایمانن. تماس دیگری داریم. بله بفرمایید. بله، باز هم تماس قطع شد. بینندگان عزیز و ارجمند یک وقفه داریم، دوباره برمیگردیم. بینندگان عزیز و ارجمند دوباره به برنامه خوش آمده. یک تماس داریم. بله بفرمایید. سلام علیکم. خوبستون؟ خیلی خوب. سلامت باشین خواهر عزیز، خوش آمدین. تشکر، خوش باشین. در خدمت هستیم خواهر گرامی. یک سوال داشتم از شما. بفرمایید خواهر گرامی. سوال می است که یک کوکوی من دختر خود را برخورد دیگر بدل نفهمیدم. تکرار بکنین. تکرار بکنین گپتان، نفهمیدم. یک کوکوی دختر خود را بدل اقام کنه، یعنی در بدلش یعنی دخترش را بدی کرده بوده دیگه کسا با خود بکرسته یعنی گناه دار یعنی. خوب است، با برنامه باشین صحبت می‌کنم. یکی از نکاح‌های حرامی که پیش از اسلام بود و اسلام آمد او را حرام قرار داد همین است. اما اگر مهر تعیین می‌شود و رضایت دو طرف از دختر وجود نداشته باشد مهر می‌باشد و رضایت دو طرف هم می‌باشد و اجباری در کار نیست، در این صورت اشکالی نداره. اما این که شرط نفسی هست، یعنی به این معنا که نکاحشان بسته میشه اما کار خوب و پسندیده ای نیست، این کار نیک و مبارک نیست که ما میکنیم. حتی در همو حالتش که محرم تعیین میکنیم، در همو حالتش هم که به اصطلاح رضایت دو طرف وجود نداشته باشه، بخواهیم نخواهیم نوعی از اجبار و معاملگری وجود داره که کار خوبی نیست. چه بهتر اگر یکی را بریم خواستگاری آدم باری و او را به کسی خواستگاری بکنیم، بعد اگر به همون که شما چشم دوختین باز برین آدم باری خواستگاری بکنین و او با شما بوده. اما ای که مهر در میان نباشه و رضایت هم به اصطلاح در میان نباشه و فقط شرط گذاشته شده که حتما 100% تنها به اصطلاح در صورت ما دخترم و با تو میتوم که تو دخترت مثلا به بچه ما یا به خود ما بودی، در این صورت طبیعتا این یک نکاح حرام است و یک نکاح نادرست است که اسلام آمد ایره منع کرد و ایره نادرست خواهد. خب بینندگان عزیز، میم در مورد برنامه، موضوع برنامه خب میگن تماس داریم. بله بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام خواهر گرامی. بدر کار میشه بگید که از وقتی یک مرد میخواید، یک مرد میخواید زن خود طلاق بگید، زن ایش نمیخواید، ایش خبر نداره، میاید پیش خانوادی زنش،
خانمش میه امو سید فا طلاق 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 میگه میخیزه میره زنش اون تا نمیخواه که این قسم یک گپ شوه هیچ خبرم نداره این قسم بشه خانم شوهش هم زیاد دوستم داره دوستم زیاد دوستم داره این نمیفهمه اون میه پیش خانمش هم تو میگه میخیزه میره میگه یه طوری میگه که طلاق 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 یا میگه یک طلاق دو طلاق سه طلاق سه دفعه میگه ما سه دفعه طلاق گفتیم دیگه خلاص است نمیخوایم ما خوبه با برنامه باشین خواهر گرم خواهر عزیز در طلاق رضایت زن شرط نیست مثل که وقتی زن اگر میخواه خلع بکنه در نقطه مقابل طلاق اسلام به زن خلع داده که اگر از این شوهرش خوشش نمیه یا از زندگی با او به ستون میه یا به هر دلیلی که هست مثل که اولین خلعی که در اسلام شد یک زن پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم آمد گفت من میخوام از این فلانی جدا شم پیامبر گفت که آیا در اخلاقش در شخصیتش کدام خللی و مشکلی وجود داره خانم گفت نه هیچ مشکلی ندارم اما من خوش ندارم که امروی از این آدم زندگی بکنم پیامبر سلام گفت که امو باغی که در مهرش برات داده بود آیا او را پس دوباره برش میدی؟ گفت بله گفت خیلی پس همون باغش برگشت بوده و او را مرد خاص گفت که برو در بدل ازی طلاقش بوده که او خلع می باشه در طلاق رضایت زن شرط نیست و وقتی مرد سه طلاق میده من یک چیز دیگه میخوام بگم تو را خدا خواهر عزیز همین تو یک مردی بیغیرتی قدر ناشناسی که نه دین به رسمیت میشناسه چون همی سه نو طلاق دادن طلاق بدعت است خلاف شریعت است همی کسی که یک دم سه طلاق میده معناش است که او آدم چندان آدمی پابند به دین هم نیست چرا اگر او دین و خدا را رعایت بکنه این گونه یک کارا نمیده به نظر می نسل امروزی که کاملا از کتاب خدا و سنت پیامبر دور است و از همی طیف است و ولی اگر یه ارزشی اگر دوست داشتن یه همه تو یک خانم داشته باشه خب به هر حال طلاق واقع میشه و حتی یکی از دلایلی که اسلام بسیار سخت گرفته در طلاق به این معنا که حتی اگر مرد به شوخی به خانمش بگه که طلاق هستی طلاق میشه به این دلیل است که نمیخواهد طلاق و زندگی زناشویی یک بازیچه باشه و هر گونه ای که خوشش داد رو بچرخانه ساعت تیری بکنه یا از همو سلاحی را که در دست داره علیه زن از او استفاده بکنه این یک امری است که برای به مرد داده شده است اما در کنارش برش گفته شده است که تو زن اگر نافرمانی میکنه چرا حتی به خصوص همی روشن فکای ما روشن فکر نمیگم می روشن فکای گستاخ و حریم ناشناس ما که هر روز بر حریم دین جاهلانه میتازند و هیچ آگاهی هم ندارند و اکثریتش هم سواد درست نوشتن هم ولی اگه بلد باشن درست خواندن هم فقط شنیدن در علی آباد شعر است دیگه هرچی که خوششان داد میگن اونها فقط امیره میبینن که آدم ولی طلاق داد طلاق واقع شد اما پیشتر از این شنه میبینن که اسلام تنها برای مردی را نداده که تو بخی طلاق بده بس خلاص همین قدر او را اول برش گفته که اگر خانم نافرمانی کرد اول نصیحتش بکن اندرزگری بکن اندرز بده براش نصیحتش کن یک مدتی اگر چنین کاری مشکل حل نشد وهجروهن فی المضاجع در بستر خواب ازش دوری بکن که اینو شکنجه میباشه که او به اصلاح به حال خود بیایه و وضربوهن نه بزنینشان اما ای زدن علت کوب نیست از ضرب و بسواک و نحوه زدن به چوب مسواک و همان دین هاست یعنی تأدیبی است حکم من اهلیه و حکم من اهلها و بعد در طهر بلا مساج باشه خلاصه سه مرحله باشه این بیشتر از یک کنیم سال دو سال در بر میگیره وقتی زندگی زناشویی به بنبست میرشه دیگه هیچ راه حل وجود نداره و در اون صورت میگه طلاق بوده یک مردی که میاینه میکار میکنه سه طلاق میده در پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چنین کاری شد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خشمگین شدن تا جایی که فرمودن ایول عبو بی کتاب الله و انا بین اظهوریکم
آیا در حالی که من در میان شما هستم، شما با کتاب خدا بازی میکنین، کتاب خدا را بازیچه قرار دادین؟ یعنی وقتی خدا گفت طلاق مردان، به خاطر از این نبود که یک دم تو دو طلاق سه طلاق بودی. به هر حال برای اینکه پس از زمان حضرت عمر رضی الله عنه تا به اکنون اجماع امت اسلامی هست که کسانی که سه طلاق در یک وقت میتن، اگرچه کار خلاف شریعت، خلاف اخلاق، خلاف دین انجام دادن، ولی برای مجازات کردن همینا ایرا تجویز کردن و هرچند حسن تعدادی از علمای مانند حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیه و شاگردشان حضرت امام ابن قیم و تعداد دیگری از علما که سه طلاق در یک وقت یک طلاق حساب میکنن. و یک نکته دیگر هم خواهر متوجه باشین که اگر او گفته باشه اینطوری که طلاق سی طلاق سی طلاق سی و یک طلاق منظورش بوده باشه و دو جمله دیگه تأکیدی جمله نخستین باشه، در این صورت یک طلاق محسوب میشه. به هر حال اگر شوهرتان اراده با هم زندگی کردن دارید و میشه به یکی از محاکم کشور مراجعه بکنین یا به یکی از علمای زبده سرزمینتان که از نزدیک با هم تمام جزئیات و تفاصیل برش بگین، تا میشه که یک راه حل اگر خدا خواسته باشه در پرتو شریعت براتان پیدا شه. خب میم در رابطه به موضوع برنامه، قرآن کریم گفتیم وقتی از یهود سخن میگه فراوان از پیمان شکنی هایشان سخن میگه، گوی پیمان شکنی رذیلتی است که خدا هر از گاهی بر رخ یهود میکشاند. اما اینها رو به کی میگه؟ به من مسلمان میگه، به تو میگه. به خاطری بفهمیم که پیمان شکنی کاری ساده و عادی نیست، وفای بعد واجب است و مسلمان بایست و لاجرم به آنچه که عهد بسته است وفا بکنه و پایدار بمانه و ثابت قدم بمانه و نبایست به هیچ دلیلی و به هیچ بهانه از این پیمانی که با خدا بسته است و با مردم بسته است شانه خالی بکنه. امروز فراوانن کسانی که مثلا یک بار پیمان میبندند، تعهد میکنن، نه تنها خود تعهد شکنی میکنن که ترغیب میکنن دیگرارم بعد پیمان شکنی و تعهد شکنی. به جای این که ما مردم را به ارزش ها دعوت بکنیم، متاسفانه به بی ارزشی در عالم جهل و بیخبری مردم را دعوت میکنیم. ما نمیفهمیم که وقتی یک انسان به بار آمد، وقتی یک انسان بسیار به سادگی تانست پیمانش را بشکند و با او هیچ وقع امن نگذارد و بعد گاه در آغوش این و گاه در آغوش آن، چی تضمین وجود دارد که فردا پیمان دیگری نشکند، پس فردا پیمان دیگری نشکند؟ طبیعتاً که میشکند. از این رو ما نباید جامعه خدا و افراد جامعه خدا بر پیمان شکنی عادت بتیم و بر پیمان شکنی ترغیب و تشویق بکنیم و بر پیمان شکنی تربیت و پرورششان بتیم. قرآن کریم میگه وقتی از یهود سخن میگه الذین عاهدت منهم، همینانی که با اینها عهد کردی و با تو تعهد و پیمان گذاشتن، ثم ينقضون عهدهم فی کل مره، هر از گاهی و هر بار اینها پیمان شکنی میکنن و هم لا یتقو لا یتقون، اینها از خدا نمیترسن. سبحان الله، یعنی این کلام خداست. ببینین اینهایی که پیمان میشکنن به این دلیلن که اینها اصلا دروغ میگن، از خدا نمیترسن. یعنی قرآن تنها دیانت در یک مظهر و در یک چهره و در یک شکل ظاهریش معرفی نمیکنه. بله، همان گونه که دین بیرون داره، مظهر داره، در شکل نماز، در شکل دادن زکات اینها تجلی پیدا می کند، صورتی درونی هم داره، صورتی معنوی هم داره، در شکل روزه، در شکل نیت، در شکل وفای به عهد و پیمان. اینهایی که پیمان شکنن، اینها اصلا از خدا نمی ترسن. چطور می تانه آدمی که از خدا بترسه و به خدای خود تعهد داشته باشه
و واقعا مؤمنی به الله و به کتاب الله و به سخن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشه، به این سادگی این همه پیمان شکنی امکان نداره، دروغه. قرآن بنان چهره انسانهای بظاهر مسلمان ولی در خفا منافقه بسیار خوب با این آیات معرفی میکنه. تماس دیگری داریم. بله بفرمایید. بله بفرمایید. سلام استاد. علیکم السلام. اول صدای تلویزیون رو تنها پخش کنین. درست است؟ بفرمایید. ببخشید من. بله. بفرمایید خودتان صدای تلویزیون رو تنها بلند کردین، دوباره میشنوین صدایتان. درست است. من از چرای شهید انگرا آنگاه شما به تماس شدن دو سوال داشتم. بفرمایید. سوال اول من است که من همیشه نماز شش تکایی میخوانم. خب صدای تلویزیون رو تنها پخش کنین خواهر. به خاطر ازی اگر قدر پیاده بگردم میتونم استاد شده نمیتونم، گفتم می جایز است. یعنی سوال دوم ای است که یک بچه یک ماست 11 ساله هیچ از پولین دور نمیشه، آیا یکی که در پولین استراحت میشه گناه نداره؟ خوب است. فقط این دو سوال داشتیم. سلامت باشیم خواهر گرامی. وقت شما قدرت ایستاد شدن ندارین، در اون صورت فرضیت قیام از شما ساقط میشه، میشه که نشسته نماز بخونین. اما اگر قدرت ایستاد شدن دارین، توانمندیشه دارین که ایستاد شوین، در این صورت باید نمازتان ایستاده بخونین، چون قیام یکی از فرایض نماز است. اگر بهتر این است که شما نمازهای فرضی را اگر قدرتش دارین قیام با جا بیارین، در نمازهای نفلی و سنت میشه که نشسته نماز بخونین. در رابطه با سوال دومتان چیزهایی را خود گفتیم، اما پس از یک وقفه. بینندگان عزیز و ارجمند، دوباره به برنامه خوش آمدید. در رابطه با بچگکتان که 11 سال است که با شما یک جا خواب میشه، مادر عزیز، درست است که او فرزندتان هست، شما به او محرم هستین و چیزهایی را جواز داره برای فرزندتان که طبیعتاً به دیگران نداره، میتونه دست شما را ببوسه، میتونه از این قبیل کارها را بکنه، اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در بسیار به صراحت تمام برای ما رهنمود داده و رهنمایی کرده که وقتی کودکانتان به سن 7 سالگی میرسه، اونها را به نماز امر بکنین و بستر خوابشان جدا بکنین و در 10 سالگی به خاطر ترک نماز اونها را تأدیب و تنبیه بکنین. به این خاطر بنابرای هدایت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شما بستر خوابشان جدا بکنین. دست کم در امو خانه ای که خواب میشین بسترش در کنار خودتان بندازین، اما جدا باشه، ای مطابق به همه هدایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عمل بکنین. بدون شک در هر هدایت و در هر آموزه نبی اکرم صلی الله علیه و سلم عالمی از حکمت ها و جهانی از فرزانگی ها وجود داره که بدون شک ما می توانیم با تعمق و تدبر هر روز و هر از گاهی حکمتی و حکمت های از او را در بیابیم. میام در رابطه به موضوع برنامه. خب بعد در پایان این آیه مبارکه قرآن کریم میگه ان الله لا يحب الخائنین، خداوند خائنان را دوست ندارد. مردمی پیمان شکن خائنن و خائن خدا دوست ندارن. حال تو چی تصور میکنی که بسیار پیمان شکنی هم میکنی و فکر میکنی که بسیار گپ عادی هست، اما خدا به تو میگه ان الله لا يحب الخائنین، یا نه چقدر توجیه پیدا میکنی، چقدر تأویل میکنی این آیات خدا را.
چند تایشه؟ چند حدیثی پایم برای تحویل میکنی؟ چهار چیز؟ چرا به جای این همه کجروی و کجبحثه ها سمسه ای آدم نمیشی و مطابق پیمان و عهد و تعهدی که کرده ای رفتار بکنی و بر تعهد خود استوار باقی بمانی؟ خدا شاهد است که اگر ذره ای از ایمان در قلب مسلمان وجود داشته باشه بتوانه با سادگی عهد شکنی بکنه. به خدا قسم که اگر ذره ای ایمان در قلب باشه با شنیدن این آیات نمیتوانه پیمان شکن باشه. گاهی واقعیت این قضیه ای است که همین مظاهر و جلوه های دلفریب زندگی ما را میفریبه و نتیجهش این پیمان شکنی ها هم همین متاع قلیل و همین ثمن و بهای اندک دنیاست که پیمان شکنی میکنیم. خدا چه میگه در این مورد؟ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا، اینهایی که در بدل پیمانی که با خدا بستن و در برابر سوگندهایشان بهای اندک میگیرن و در مقابل واقعا اگر همه دنیا را در برابر این ارزش مقایسه کنی اندک و ناچیز است. اولئک لا خلاق لهم فی الاخره، اینها اصلا هیچ سهمیه و نصیبی در آخرت ندارن. ولا یکلمهم الله، خدا هم اصلا با اینها سخن نمیگه. ولا ينظر الیهم یوم القیامه، اصلا خدا نگاهی به اینها در روز قیامت نمی اندازه. ولا یزکیهم، تزکیهشان هم نمی کنن. نمی تو چتل بغیز خودخواه خودبین خودشیفته باقی می مانن. ولهم عذاب علیم، و برایشان عذاب دردناک است. آره دور خدا راست بگو، انسانی که به همین کتاب ایمان داشته باشه میتونه با شنیدن این آیات بهانه جویی بکنه و تعهد شکنی بکنه؟ میتونه؟ هرگز. یک تماس داریم. بله بله، سلام استاد، خوب هستین؟ سلامت باشین خواهر گرامی، خوش آمدین. استاد ببخشین، من یک سوال داشتم. شوهرم شدیم یک موبایل از خانه گرفت، دوباره گیر آمد. با هم شدیم وقتی بعد گفت که موبایل از خواهر ماست، چطوری رو بی اجازه گرفتی؟ خواهر ملت کوک کرد و دیگه کس نبود، فقط قرآن‌کریم برازی پیش کرد. ما سر طلاق کردیم، تو طلاق تا بگی چندین بار تکرار کرد. حتی عادتی رو داشت که خواهر ما با یک چاقو ذبح کنه طفلش هم از بین ببره خودش هم. معتق به این کار نشد، اما بارها به طرف مادرم و همیم شدیم قرآن‌کریم که پیش کرد، گفت داروی همی قرآن از ما حد بگی. آن یک تا شده نه خرچه خب طفلش هم میتوانه از خودشه. آن طلاق واقعی شده یا نه؟ یک لحظه خواهر گرامی، یک لحظه، ما چند سوال میکنم شما. تلفن شما پیش خواهرتان بود؟ بله. یک لحظه، یک لحظه، از خانم گرفت. خب تلفن تو را از نت گرفت، از خانه و بعد دوزید خوره خلاصه. خب خیر. خب باز خواهرت گفت که چرا تلفن خواهر مرا دوزیدی؟ ها گفت که نه، لحظه مدت تلفنم گم بود. بعد ها خواهر دید تلفن پیش از دوست و برش گفت که تلفن هم شیریم از چطور گرفتی؟ اگر او بخواهم که تلفن تو گرفتی بسیار دب خراب میشه. و هم شیریم ایلت کرد، بعد از گفت قرآن کریم برش پیش کرد، گفت که تو را بروی نمی قرآن طلاق هستی، ما تو را طلاق دادیم و تو طلاق بگی. خب اینو داشتم چون وقت طفلش خورد. یک لحظه، یک لحظه خواه، تو گفت مرا گوش که قصه را طولانی شبان جایی را که من میپرسم امور است. این مرد، این دو تا گفت فرق داره. یکی است که برای خواهرت میگه که تو از ما طلاق بگی و یکی است که خودش برای از اون میگه که تو طلاق هستی. چه رقمی گفت؟ گفته طلاق هستی یا از ما طلاق بگی؟ میگه که تو برای نمی قرآن از ما طلاق بگی و بار دوم میگه نمی قرآن شاید است که ما سر طلاق داریم، ما سر طلاق داریم. سه دفعه سر سلام است. خوب است، خوب با برنامه باشین صحبت. ببخشید استاد، یک چیز دیگه میگه، یک سال میشه خرچش نمیده،
و اونا اون فقط تقاضای نمی همچنین مرا به سید مختاری هم میده و بهش میگه که ما طرف خود طلاق ندادیم مو نمیشه چون ما و ما بچه داریم همیشه بلکشان بچه است میگه از او خاطر میگه طلاق نشده و مادر میگه تو احیانا بخوایی که طلاق یعنی واقع شده باشه ما خانواده تا و خودتا قتل میکنم یا ما میخواستم بکنم که آیا این واقع شده طلاق یعنی خوب است با برنامه باشنم ایره میگن افغانستان این تو مصیبت هاسته اینجا هم دختری مردم میگیره هم خودش از ذبح میکنه هم خانواده ایش هم طلاق میده هم تلفن میدوزه نوش جانت به خدا خواهر گرامی که بگه که تو از ما طلاق بگی معناش است که اختیار طلاق برای از او داده و اگر او بخواه که خود از این طلاق بگیره میتونه که طلاق بگیره اگر نگیره نمیشه چون اختیار و مالکیت طلاق داده برای از او یا برای کسی دیگری اما ای که خودش طلاق داده و سه بارم گفته طلاق واقع شده خواهر عزیز و اینها اگرچه در وقتی که این خانم باردار است کاری نیک و مبارک و سنت نیست که در چنین حالت طلاق بوده اما طلاق واقع شده اینها با هم بیگانه هستند و دیگر همسر نیستند و عدتی از این طبعا تا با امو مرحله سپری شدن امو به اصطلاح ولادت است تا وقت نفقهش بر دوش از این می باشه و خواسته باشه نخواسته باشه باید طلاق نفقهش خواهرتان بگیره نصیحت ما برتانی است در چنین گپای خواهر عزیز مراجعه بکنین به نهادهای عدلی و قضایی کشور چرا در این کشور چیزی که ارزش نداره بسیار آدم است آدم یه ارزش نداره و یک چیز باید داشته باشین بسیار اوقات میگین او چیست یک آدم بسیار پست است هیچ وقت آدم های بزرگ کار پست نمی کنن همین پست ها هستن که کارهای پست انجام میتن هیچ وقت انسان های با شخصیت انسان های متعهد خداپرست اینها کارهای پست انجام نمیتن این کارهای پست همین انسان های فرومایه انجام میتن به خاطر متوجه باشین مراجعه بکنین به نهادهای عدلی و قضایی تا قضیه بسیار روشن و شفاف باشه باز شما خدای نخواسته در یک وضعیت نامطلوب قرار نگیرین در این کشور شاهدی هر چیز یاتم میتونه باشه بندگان عزیز و ارجمند یک وقفه داریم دوباره برمیگردیم بندگان عزیز و ارجمند دوباره به برنامه خوش آمدید خب در آیاتی که پیشتر خواندیم در رابطه به پیمان شکنی دیدیم که قرآن کریم میگه کسانی که پیمان شکنن انگیزی این پیمان شکنی همین متاع ناچیز و زود گذری زندگی است که به این دلیل پیمان شکنی میکنن و بعد بهانه پشت بهانه میتراشن اما خدا به اینهایی که اگر واقعا ایمان دارن چیزهایی را میگذاره که سنگوهایی را میگذاره که هرگز انسان مؤمن نمیتونه از این سنگوها بگذره لا خلاق لهم فی الاخره در دو آخرت نصیب ندارن ولا یکلمهم الله خدا با اونها سخن نمیگه تو را خدا همی دنیا را به تو بتن همی دنیا را به تو بتن این همی تو را آوردن رئیس جمهور ساخته ارزش امیر داره که در نتیجه همین پیمان شکنی که خدا با تو سخن نمیگه بر ریاست جمهوری برسی ارزه والا اگه بارز اگر وجدان باشه اگر ایمان باشه نمی ارزه ولا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم القیامه در اون روز خدا در این جهان اگر به تو نظری نکنه چقدر زندگی سخت و تباه کن است چی رسد به او روز که جز او هیچ کسی نیست و هیچ شفاعتگری هم نیست و هیچ فدیه و خونبها و پول و شفاعتی دیگری هم پذیرفته نمیشه و او نگاهی هم به تو نیندازد ولا یزکیهم این چقدر سخته
چقدر سخت است که انسان در لجن باقی بمانه، در حقد و کینه باقی بمانه، در عداوت باقی بمانه. خدا اینها را تسکیه نمی کنه و عذاب دردناک هم در انتظارشان است. تماس دیگر داریم. بله بفرمایید. بله سلامت باشین خواهر عزیز، خوش آمدید. بله بفرمایید خواهر. سلام، خوب هستین؟ شکر فضل خدا، بفرمایید خواهر. معلش ما مشکل داشتم، بعدم خواستم بگم بعد که. بله میشنم خواهر عزیز، بفرمایید. ما از ولایت بغلان تماس گرفتیم. خوش آمدید. خواهر عزیز، طفلک به دنیا آوردم، بچه بود. طفل دیگه من به دنیا آوردم، بچه بود. شرم زیاد سرم بگه چیز کرد که هر قسم میشه خواهد یا یا به هر کسی میفروشی بفروش یا اون میگنوسه کن. اگر بفروشی خوب تر میشه، اگر نمیش فروشی شه حد من میگم میگیرم برای کسی که دارم باز نبید که تو خواهد چی کری سرسا را رفت نیست میگم. به خاطر چی کار میگن؟ بله؟ چرا این کار میگن؟ من چون قسمه از من اتقاضا را کرد نگر سره ای کار من میتونی طلاق میتونم باز من مجبور شدم دیگه کلار من کسی دارم بعد اینجا در افغانی برای کس زن به اگزم دارم هیچ بچه نداشت اما وقت اینجا در افغانی به دست خودم میدادم اما تا این روزه و شوهرم هم گم شده از اولادم خودم ماندم به خانه مادرم آیا گناه ندارم آیا تو به گناه من شده ایم شوهرم شده آلی شوهرتان دیوانه است چرا ایتون میکنه به خاطر چی که ایره ببر بفروش من نیفهم دارم مالیس از ما یک کم انباق داری بود خانم سیم شما بودم خب تو ولا حول ولا قوت الا آله طفلکتان میفهمین که کجاست؟ میفهم پیش یک خانم هست و دیده نمیتونم شد جایی که نیدین زندگی میکنن کجا نمیکنن بگم چی دارد خب شوهر دانم نیست آله نی شوهر من گم هست اما خودم اولین بچه های کلام خانه مادر موندیم دیگه طفلک بچه این گوشم من که میخواستم من خیر است بودم بچه نداشت دیگر بزن بچه نداشت به خاطر خدا میکنم کردم از نیم جدا کنم در اجدار نفتم بانم امو پیشم باشم نگاه کنم شاید مدی روز که پیش مردم بیا بشم نشکم شم می خوبتر از بارم دیگر امو این هم یکی پیسه طفل که در اجدارم پینیا داره فرد گرفتم در اجدارم نمی کار کردم مخشه و روز دچگی خدا نخوانیدم چارو دا دچه برم کی کار کردم دیگه گم شد دست نمیزده اما من میگم که میده مرتب کنه ما شده میشه هم شده میده بار سواب شده و بار جمعه کنه شده اما قدم میخواییم برد خوب از خواهر گرم با برنامه باش از برای خدایی چه حال از این سرزمین چه وضعیت است وجدان کجاست از برای خدا خداوند دیگه هدایت بکنی مردم از برای خدایی چه حال است چه وضعیت است ما مادر عزیز به هر حال خداوند براتون پاداش صبر بوده اما دری که شما در مجبوریت قرار داشتین چنین کاری را کردین طبیعتاً خداوند در آنچه که شما در توانتان نیست و به زور و اکراه کاری را بر شما میکنن محاسبه نمیکنه شما را اما اصل این کار فرزند گرفتگی و فرزند خواندگی و این چیزها در اسلام حرام است و کار درستی نیست هر فرصتی که براتان دست پیدا میکنه فرزندتان را بگیرین و از این شوهرای بی غیرت چیزی هم جور نمیشه و فرزندی که پدری که فرزندش میفروشه سر مادرش و پولش هم میگیره و بعد میره خودش گم میشه و نام یزیرم تو بمانه شوهر مرد از این کرده خدا شاید است هیچ شوهر نباشه بهتره شما هر فرصتی که فرزندتان پیدا کردین فرزندتان بگیرین فرزندتان خودتان بزرگ بکنین تربیهش بکنین با اخلاق تربیهش بکنین دیندار تربیتش کنین که مثل از این موجود عجیب و غریب شاخدار واره این رقم یک چیزی نبرایه و به هر حال خواهر عزیز در آنچه که شما در توانتان نباشه قطعا خداوند شما را محاسبه نمیکنه و خداوند مردم ما را از این بد اخلاقی و از این انحطاط و فرومایگی نجات بده فکر کنم رسیدیم به لحظات پایانی برنامه و یک دقیقه فرصت داریم در این یک دقیقه آخر یک آیت دیگر هم میخونم در باب پیمان شکنی و ترجمه میکنم و بس والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض
کسانی که پیمانی را که با خدا بستن، خدا را شاهد و پیمان گرفتن، شکستن و در آنچه را که خدا به پیوستش امر دارن، او را می سکلانن و در زمین فساد می کنن. اولئک لهم اللعنه، لعنت و نفرین خدا بر آنان است، و لهم سوء الدار، و عاقبت و انجامی بسیار بدی در انتظارشان است. خداوند از این عاقبت بد و از این فرجام نامبارک همه ما را نجات بده و توفیق نصیب من بکنه که به پیمان هایی که بستیم عمل بکنیم. بنادگان عزیز و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. تا تقدیم برنامه دیگر که باز در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند قرار میگیریم، شما را به الله پاک و بی‌نیاز می سپاریم. خداوند یار و مددگار همه شما.